دهان نفر از کارگرانی که به تعمیر نقب استقلال مشغولند شکایت دارند مزد کاری چند ماهشان را نگرفتند. جمشید سلاموف سردار گروه از کارگران روز 16 می به رادیو آزادی گفت 7 ماه برای تعمیر تونل کار کرده است ولی هنوز مزد کاری او و 20 کارمندش را ندادند. مسئولان خودی همین شرکت چی میگن به شما وقتی میرین مراجعه میکنید که مزد 7 ماه ما را برگردانید؟ مسئولین این شرکت میگن به ما که امروز فردا زیاد بده های بردروغ، امروز فردا جانبی 7 ماه است که ما را فقط با امروز فردا خود فریب میکنند و ما انتظاریم هر روز که امروز فردا اینو کی میشود، کی میاد. آخرین ماهی که شما کار میکردید کدوم ماه بود؟ ماه دکبر سال 2015، سال گذشته. این چند ماهی که میگذرد حالی شما حق مزدتون نگرفتید؟ میریم پیشون یک مقدار کمی برای ما میتین، نه مقداری که برای ما تونیم همون نیروه خود پرداخت کنیم. در اونایی که با شرکت صابر همکاری دارن برای انجام کارها در این تونلی استقلال مراجعه کردیم، مثلا وزارت نقلیات؟ بله، ما مراجعه کردیم با وزارت شغل اهالی و مهنت، وزارت نقلیات چند بارم رفتیم، باز پرکراتور شهری رفتیم، خود سرریاست کروپسیا، میگم کروپسیا جمهوری رفتیم، کروپسیا شهری رفتیم، چند جا که میریم چی میگن کنکریت با شما چی پاس میدن؟ میره فریاد میکنم میگه بیاید میریم اونجا، بعد از صحبت میگه ما این راه حلیمون نیست، به جای میره با میریم با پیشم شرکت ایرانی ها هم برای ما میریم پیش اونها برای بسری ما زوری میکنن کیم چی حرفو قبای سخن قبیه میگن. چند نفر هستید همگی؟ کلان اگر بگیریم اونجا زیاد از نزدیک 100 نفر هستیم. متخصص کدوم ساحه هستید شما؟ ساحه آرماتوربندی و قالبندی بیتون ریزی. باید این مبلغ خودی شرکت صابر به شما پردازد یا که کدوم یک نهاد دیگر؟ خودی شرکت صابر باید ما پرداخت کنه این مبلغ. کدوم کار شروع کردید شما در این تونل استقلال؟ ماه ایون اگه ایونی سالی گذشته؟ سالی گذشته بود. بله. از آغاز معاشاتون رو میگرفتی؟ از آغاز کنده پورا هم خیلی میگرفتی. از ابتدای کاری که شما شروع کردید با شرکت صابر معاشای شما موافق شرطنامه‌ای که امضا کردید چقدر نوشته شده بود رسما؟ اونجا معاش ما رسما ایسلندگی نبود، چرا که کارهای ما شرطنامه‌ای بودن، همین کار را میکنید با مبلغ همین قدر سوم که همون سوم یک برای ما میدادن برای بچه ها تقسیمش میکردیم نزدیک 3000 برای بچه ها میغلطید. و 7 ماه شما 3000 سومانی حالا نگرفتید؟ که نگرفتیم. اگر در کارم باشد بریم با خودی که مسئول این شرکت صابر که اینجاست بریم با اونو صحبت کنیم پیش اونو که کی برای ما همین 20 نفری بودیم که مثال حساب کنه در یک ماه میشود 20 نفر 3000 60000 سومان میشود کی برای ما 15000 قرار دادن. وقتی شما برای پول میروید اونو چی میگن؟ وقتی که پول شما رو پرداخت نمیکنن چی سببش چی پیش میاد؟ سببش وقتی برای ما میگن که وزارت نقلیات برای ما پول دادگی نیست، ولی ما رفتیم وزارت نقلیات خط گرفتیم که حقیقتا وزارت نقلیات اون کاری که ما کردیم همه چی کاری کردیم کسی کار کرده است نکرده است این پردو این مکتوب شده است ما هسته که پرداخت کرده گیز وزارت نقلیات این پولا. مثلا ببینید شما با طوری که گفتید وزارت نقلیات مراجعه کردید، خب با پرکاتور مراجعه کردید، با سود شرکت، با دادگاه، با کروپسیا هم کروپسیا مراجعه کردید. این مرحله ها را شما هم شو گذاشتید، اکنون چیکار میکنید؟ چیکار باید کرد؟ شما چی فکر دارید؟ اکه وامو دیگه چوره ای نیست، روحی نیست. اگه مجبورم یه روز به خدمت پیش شما برم دفتر صابر، افیس صابر. اونجا هم یک آگاهنامه می نویسم وزارت امده برم کارو داخلی. اونجا یک نامه ای بنویسم، نامه شکایتی. دیگه راه چوره ای ندارم.